بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم از مضمون قضا و تقضیه ایوانی رو در خدمت شما محسنین عزیز هستیم. بعد از صحبت‌های مفصلی که در فصل چربی‌ها در مورد انواع چربی‌ها با هم داشتیم، کم کم وارد میشیم به بحث مواد نایتروژنه که به صورت عموم پروتئین گفته میشه و قراره در این فصل هم با تقسیمات پروتئین ها، نوعه هضم و جذب و متابولیسم پروتئین ها و منابع پروتئین ها با هم دیگه صحبتی داشته باشیم. اما اجازه بدین قبل از اینکه وارد بحث پروتئین ها شویم، دو تا سلاید مختصر که از فصل چربی ها مانده رو با هم مروری بکنیم و بعد رسما وارد فصل پروتئین ها یا مواد نایتروژنه خواهیم شد. بعد از صحبت هایی که در مورد چربی ها داشتیم، به این مطلب میرسیم که مطلبی نسبتا مهم هم است و معمولا در امتحان ها از این قسمت هم حتما سوال تر میشه و او ایه که در غیر نشخوار کنندگان ترکیب اسیدهای چرب یا چربی ها در بدن از اسیدهای چرب موجود در خوراک منشأ میگیرن، اما در بدن حیوانات نشخوار کننده با توجه به تبدیل اسیدهای چرب غیر مشبوع به اسیدهای چرب مشبوع در شکم به توسط میکروارگانیسما، چربی ذخیری با چربی خوراکی تشابه نداره. این برمیگرده به عمو بحثایی که جلسه پیش داشتیم در مورد نحوه هضم و جذب چربی ها. در اونجا گفتیم که چربی ها وقتی وارد سیستم هاضمه تکمیده یا میشه، خب به همون صورت بعد از اینکه لیپاز پانکراس یا لوزالمعده و همچنین لیپاز دیواره جدار روده عمل میکنه، به هر صورتی که باشه چربی ها جذب میشه. اما در نشخوار کنندگان گفتیم به علت وجود شکمبه و میکروارگانیسم‌های مختلفی که در او وجود داره، اسیدهای چرب اگر غیر مشبوع باشند و وارد شکمبه بشه، توسط میکروارگانیسم تبدیل میشه به اسیدهای چرب مشبوع و در نهایت بقیه سیستم هضم همانند سیستم هاضمه تکمیده یا عمل میکنه، یعنی باز لیپاز پانکراس یا پانکراس و جدار دیواره روده باعث میشه که چربی ها شکسته بشه و در نهایت جذب بشه و وارد سیستم لنفاوی بشه. این بر اساس همون مسئله ای که با هم صحبت کردیم، یعنی هضم جذب پروتئین لیپیدها در حیوانات تکمیده و نشخوار کنندگان این سلاید آورده شده. اگر او را فهمیده باشین، اینجا هم به ما میگه که پس اسید چربی که یا چربی هایی که در بدن نشخوار کنندگان ذخیره میشه، ممکنه با چربی که در خوراک وجود داره تشابه نداشته باشه. مثلا اسید چرب غیر مشبوع داده باشین به حیوان، اما در هر صورت در نشخوار کنندگان اسیدهای چرب مشبوع ذخیره میشه. حالا این هم میتونه چربی ذخیره‌ای باشه یا چربی تولیدی باشه، مثل چربی موجود در شیر هم همین قضیه هست. اما در غیر نشخوار کنندگان، یعنی در تکمیده یا چون ما سیستم شکمبه و عمل میکروارگانیسم ها را نداریم، پس هر آنچه که به عنوان اسیدهای چرب غیر مشبوع هم میخورن به همون اسید به صورت اسیدهای چرب غیر مشبوع در بدن ذخیره میشه و اگر اسیدهای چرب مشبوع یا چربی های مشبوع خورده باشن به همون صورت ذخیره میشه. پس نکته مهمیه اسیدهای چرب یا چربی های ذخیره در تکمیده یا همانند چربی هایی که در خوراک وجود دارن، اما در نشخوار کنندگان چربی ذخیره با چربی خوراکی ممکنه تشابه نداشته باشه. سوالات مختلفی در امتحان از این قسمت آمده. فقط بعضی دوستان سوالی که توی امتحان میدم، بعضی دوستان اشاره میکنن که دقیقا این سوال نبود. مثلا من
می نفسم کدام یکی از در کدام یک از حیوانات زیر چربی ذخیره با چربی خوراک تشابه مثلا ندارد یا دارد. به جایی که می نویسم نشخوار کنندگان تکمیلی حرفا، اسم حیوانات می نویسم مثلا مرغ، گوساله، بز، گاو. اسم که نوشتم شما با توجه به اینکه نشخوار کننده یا غیر نشخوار کننده باید بفهمین که چربی ذخیره در اون میتونه مشابه چربی خوراک باشه یا نباشه. خب اینم از این قسمت. و آخرین سلایدی که در مورد چربی ها داریم، مواد طبیعی که دارای چربی مورد استفاده در تغذیه حیوانات یا منابع چربی ها در تغذیه حیوانات کدام هست. خوراک های هم نباتی و هم حیوانی دارای مقادیر چربی مختلفه که نوع اسیدهای چربی با هم دیگه فرق میکنن. مثلا ما پودر چربی داریم اتفاقا که چربی خالص یا که به حیوان داده میشه، یا مثلا کنجاله های یا تخم های روغنی رو داریم که مقدار زیادی درشون چربی های غیر مشبوه وجود دارن. یعنی هم میتونه منابع نباتی و هم میتونه منابع حیوانی در تامین اسیدهای چرب مورد نیاز حیوانات همکاری بکنم. به طور کلی غذاهایی وجود داره که چربیشون کمتر از 10% هم، مثل دانه غلات و علوفه و این دور مسائل که ما به حیوان میدیم و چربیشون بسیار کمه. حالا مثل علوفه های مختلفی که البته داده میشه، مثل رشقه و شبدر و بعد اتوکاه و یرفان و همچنین دانه غلات دیگه مثل جواری و جو و گندم و یرفان و دانه های روغنی که ممکنه بیشتر از 20% هم چربی داشته باشه، مثل دانه سویابین، مثل دانه تخم پنبه، مثل دانه آفتاب گردان، اینا مثل دانه کنجد، اینا دانه های روغنی هستند که بیشتر از 20% چربی دارن. البته خب میدانیم به صورت عادی رسم نیست که دانه های روغنی را به حیوان داده شده جز حالا تخم پنبه، و معمولا بعد از این که روغن ای دانه های روغنی گرفته شد و چیزی که باقی میمانه به عنوان توفاله که ما بهش میگیم کنجاله یا به صورت عامیانه کنجاره، اینا به حیوان داده میشه که باز هم مقداری روغن در اونها وجود دارن، اما دیگه کنجاره ها رو یا کنجاله ها رو کنجاله ها رو به عنوان منابع روغنی دیگه نمیشناسیم، چون روغنشون گرفته شده. بیشتر به عنوان منابع پروتئینی گفته میشه، بین 40-50% معمولا پروتئین دارن، چه کنجاله سویا، چه کنجاله تخم پنبه، چه کنجاله آفتابگردان، چه کنجاله کنجد. همه اینها بیشتر از 40-50% پروتئین در خود دارن و به عنوان منابع پروتئینی گفته خواهد شد. خب این دست سلات بحثایی بود که از فصل چربی ها باقی مانده بود و در ادامه می پردازیم به بحث مواد نایتروژنه یا به صورت عامیانه البته گفته میشه پروتئین. ای که چرا این فصل به صورت سریع فصل مواد پروتئینی نام نبردم، مثلا فصل کربوهیدرات ها، فصل لیپیدها، اینجا هم فصل پروتئین نباشه، دلیلش برمیگرده به این که ما در طبیعت ترکیباتی داریم که پروتئین نیستن، اما از اونجا که در ساختار خود نایتروژن دارن و برخی از حیوانات میتونن از این نایتروژن موجود برای ساخت پروتئین استفاده کنن، اینا هم به عنوان منبع غذایی برای حیوانات استفاده میشن. یعنی غیر از پروتئین ها که باز خوب میدانین درشون توی
چی هم خواندین در کیمیای عضوی که مواد نایتروژنه، یکیشون پروتئین هایی که درشون عنصر نایتروژن وجود داره. البته در کتاب های فارسی اگر مطالعه میکنین از نایتروژن به نام ازوت نام برده شده، مواد نایتروژنه یا مواد ازوت هم. و دلیلش هم گفتم اینه که برخی از ترکیبات وجود دارند که درشون نایتروژن وجود دارند اما پروتئین در واقع نیستن، یعنی فقط عنصر نایتروژن وجود داره در اونا. و اتفاقا برخی از حیوانات به خاطر سیستم خاص هاضمه‌شان میتونی مواد نایتروژن را که پروتئین هم نیستن مورد استفاده قرار بدن. خب این صحبتی بود که باید قبل از شروع فصل با هم دیگه می داشتیم. اما به طور کلی ترکیبات نایتروژنی را به دو دسته تقسیم بندی می کنیم، یا این ترکیبات نایتروژنی مواد پروتئینی هن یا مواد غیر پروتئینی هن، که هر دسته در متابولیسم نباتی و حیوانی وظایف و عملکردهای مخصوص به خود دارن. پس مواد نایتروژنی یا مواد پروتئینی یا غیر پروتئینی. اما ترکیبات نایتروژنی پروتئینی در ادامه ما هر خصوصیات هر یک از اینا رو با هم دیگه به بحث میگیریم، یعنی مواد پروتئینی چه ترکیباتی دارن، چه ترکیباتی هستند، خواصشون چیه، ساختمانشون به چه صورته، و مواد غیر پروتئینی چیا هستن و چه خواصی دارن و از نظر تغذیه چطور هستن. اما ترکیبات نایتروژنی پروتئینی، در واقع منظور پروتئینه، همون چیزی که ما به عنوان گوشت یا پروتئین میشناسیم. البته گوشت خود در بحث حیوانات استفاده میشه به عنوان پروتئین، اما مثلا ترکیبات مثل کنجاله دانه‌های روغنی هم مقدار زیادی پروتئین در خود داره. پس پروتئین ها ترکیبات عضوی پیچیده ای هستند که دارای وزن مولکولی بالایی هستند، جزء اصلی اندام، ساختار انساج گیاهی و به خصوص جانوری هستند. غیر از حیواناتی که میکروارگانیسم های سیستم هاضمه اینها از ترکیبات نایتروژن غیر پروتئینی قسمت از پروتئینی مورد نیاز خود می سازن، در جیره غذایی بقیه حیوانات باید پروتئین وجود داشته باشه تا روند رشد و تولید به طور طبیعی انجام بشه. پس وجود پروتئین در مسیر رشد و افزایش تولید بسیار بسیار اهمیت داره و در غذای حیوانات حتما باید پروتئین وجود داشته باشه تا روند رشد و تولید با مخاطره انجام نشه. اما بعضی از اینجا اشاره شده که بعضی از حیوانات هستن که نیازی به خود پروتئین ممکنه نداشته باشن و از ترکیبات نایتروژنی غیر پروتئینی بتونن استفاده کنن و پروتئین مورد نیاز خود بسازن، که در این رابطه مفصل با هم دیگه صحبت میکنیم. خب اما پروتئین همونطور که میبینین دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن همچون کربوهیدرات ها و چربی هاست، البته با یک تفاوت که میزان نسبتا ثابتی نایتروژن درش وجود داره که حدودا 16%. البته در تمام ترکیبات پروتئینی 16% نیست، حالا جداولی وجود داره که میشه که اگر در صنفای حضوری بود من اون جداول در اختیار شما قرار بدم که پروتئین های مختلف، مثلا پروتئین گوشت گاو، پروتئین مثلا کنجاله سویا، پروتئین کنجاله کنجد، اینا وقتی میگیم چقدر درشون عنصر نایتروژن وجود داره دقیقا 16% برای همه نیست، اما حول و حوش 16%. به همین خاطر ما معمولا نسبت ثابت 16% در تمام
پروتئین ها در نظر میگیریم که 16%شان از نایتروژن تشکیل شده. این عدد بسیار مهمه البته و شاید هم حفظ کردنش برای ما اهمیت داشته باشه، حالا چی در امتحان چه در مواقعی که با پروتئین ها ما کار میکنیم. مثلا یک نمونه او که خیلی اهمیت این موضوع را نشان میده یه که تمام دستگاه هایی که الان ساخته میشه برای سنجش میزان پروتئین یک ماده خوراکی بر اساس دتکت یا شناسایی عنصر نایتروژن کار میکنم. یعنی برای ما در ابتدا میگه که چند یا چه مقدار عنصر نایتروژن وجود داره در واقع، و ما باز با حسب ای که این مقدار نایتروژن وجود داره میتونیم با یک حساب کتاب بسیار ساده بگیم که پس پروتئین این ماده خوراکی چقدر. از آنجایی که 16% یک ماده غذایی نایتروژنه، شما با یک تناسب ساده میتونین که برآورد کنین میزان پروتئین یک ماده خوراکی چقدر. البته دستگاه های ابتدایی که تنها نایتروژن برای ما مشخص میکرد و دستگاه جدیدم که من یک مقداری با اونا کار کردم، اونا هم در واقع میزان نایتروژن محاسبه میکنه، اما خوبیش یه که خودش هم محاسبه بعدی رو انجام میده به میزان پروتئین به ما اعلام میکنه. اما همو دستگاه هم در واقع روش تعیین پروتئینش مشخص کردن میزان عنصر نایتروژن در اون آیه. خب بعضی از پروتئین ها هم البته عنصری مانند سلفر، البته در کتاب های فارسی به نام گوگرد یاد میشه، و بعضی هم آهن و فسفر در ساختمان خود داره که میشه بعدا اشاره بکنیم که اونا چیا هستن. گفته شد که پروتئین ها در واقع از امینو اسید ها تشکیل شدن. یعنی اگر پروتئین ها رو شما هایدرولیز بکنید به واحد های سازنده خود که امینو اسید های تبدیل میشن. ساختمان عمومی امینو اسید رو در کیمیای عضوی دیدین و اینجا به صورت بسیار مختصر یک بار مرور میکنیم. همونجا که همونطور که میبینین یک گروه آمینی NH2 و یک گروه کاربوکسیل که نشان از اسید عضوی یا تیزاب عضوی یا اسید چرب میده، این نشان میده که در این کاربون یک گروه آمینی و یک گروه کاربوکسیل متصله و در پشتی هم یک آر یا رادیکال یا گروهی از کربوهیدرات ها متصل میشه. به همین خاطر ما اینا را امینو اسید میگیم، یعنی گروه آمینی داره و گروه اسیدی داره، به همین خاطر امینو اسید گفته میشه. حالا که چه نوع امینو اسیدی باشه بستگی به آر یا رادیکالی داره. میتونه این رادیکال یک متایل باشه یا یک اتایل باشه یا یک پروپایل باشه، بیوتایل باشه، هر چیزی ممکنه ای باشه. و حتی به اصطلاح ترکیبات بسیار سنگینی که تعداد زیادی کربن و هیدروژن داره. و در اون صورت اگر ای آر برای ما مشخص باشه، ما میتونیم بگیم که ای چه نوع امینو اسیدی هست. همینجور که در اینجا هم نوشته شده، گروه آر نماینگر بقیه مولکوله که در هر امینو اسید متفاوته، باعث تنوع خواص امینو اسیدهای مختلف میشه. اینجا هم البته ساختمان امینو اسید یادآوری میکنه، یک گروه کاربوکسیل که گروه مشخص کننده اسید چرب، یک گروه آمینی و یک آر یا رادیکال در ساختمان امینو اسید داریم. ما در طبیعت بیش از 150 ترکیب امینو اسید از مواد بیولوژیک جدا شده داریم، اما تنها 20 تا 25 نوع او در ساختمان پروتئین ها مشارکت میکنه. یعنی مثلا عضله ما و شما که فرض کنیم پروتئین کاملی باشه، اگر امینو اسید های او را جدا کنیم، نوع امینو اسید ها نه تعداد امینو اسید ها، از نظر نوع امینو اسید ها
20 تا 25 نوع بیشتر در ساختمان پروتئین ها وجود ندارند، اما در طبیعت بیش از 150 ترکیب امینو اسیدی وجود داره. اونا در ساختمان پروتئین ها البته شراکت ندارن. یه عدد هم البته بحث امتحان باشه، یه عدد هم مهمه، یعنی 20 تا 25 نوع از اونا در ساختمان یا در ساختار پروتئین ها شرکت میکنه، در حالی که ما بیشتر از 150 ترکیب امینو اسیدی داریم. خب امینو اسید ها را بعد از این میایم به دو گروه عمده تقسیم میکنیم. امینو اسید ها یا ضروری هستند یا غیر ضروری. اگه یادتان باشه در مورد اسیدهای چرب در یک تقسیم بندی اسیدهای چرب به اسیدهای چرب ضروری و اسیدهای چرب غیر ضروری تقسیم بندی کردیم. در اسید چرب ضروری اگه یادتون باشه گفتیم اسیدهای چربی هستند که بدن قادر به ساخت اونا نیستن و باید در خوراک وجود داشته باشه و ما از طریق خوراک به دست بیاریم. در مورد اسیدهای چرب غیر ضروری هم گفتیم بدن قادره که از ترکیبات دیگه مثل کربوهیدرات ها یا از یک اسید چرب دیگه اسید چرب مورد نظر و مورد نیاز خود بسازه و نیازی نیست که حتما در غذا وجود داشته باشن. در این صورت ما اسید چرب غیر ضروری به اونا میگفتیم. در این تقسیم بندی به بحث پروتئین ها هم ما امینو اسیدهای ضروری و امینو اسیدهای غیر ضروری داریم. اتفاقا تعریف اینا دقیقا شکل تعریف اسیدهای چرب ضروری و غیر ضروریه. بخوانیم ببینیم چی میگه برای ما. انساج های مختلف یا بافت های مختلف بدن حیوانات تک‌معده‌ای برخلاف نباتات و بسیاری از میکروارگانیسم ها قادر به ساختن گروه آمینی نیستند و برخی نیز اگرچه ممکنه به میزان ناچیز در بدن ساخته شوند، اما چون مقدار آنها برای تامین نیازهای بدن کافی نیست و یا اینکه سرعت ساخت آنها در بدن به اندازه نیست که به موقع جوابگوی نیاز بدن باشه، باید از طریق غذا تامین بشه. به این گونه امینو اسیدها امینو اسیدهای ضروری میگیم. در مورد اسیدهای چرب گفتیم اسیدهای چرب ضروری به این علت اسید چرب ضروری بودن که بدن قادر به ایجاد رابطه دوگانه بین کربن ها نبودن. اما در بحث امینو اسیدها از این جهت میگیم که امینو اسیدها ضروری هن که بدن حیوانات قادر به ساخت گروه آمینی نیستند و البته ممکنم باشه، ممکنم در ساخت او بتونه مشارکت بکنه، اما بسیار ناچیز. در این صورت باید امینو اسیدها را ما از طریق غذا وارد کنیم. این گونه امینو اسیدها را و با بینا امینو اسیدهای ضروری میگن. از جمله اسید امینوهای ضروری میشه به فنیل آلانین، والین، تویونین، تریپتوفان، ایزولوسین، میتیونین، هیستیدین، آرژینین، لوسین و لایزین یا لیزین اشاره کرد. البته برای بحث امتحان نیاز نیست که حالا غیر از تعریف امینو اسیدهای ضروری و غیر ضروری شما مثالی بر اونها ذکر کنیم، چون از حفظ کردن این مسائل نهایت یک هفته در ذهن شما بمانه و کاملا پاک میشه. همین که شما تعریف اسیدهای امینه ضروری و غیر ضروری را بدانین کافیه. من عمدن نام این امینو اسیدها را خواندم که به گوش شما بعد از این اگر صحبتی در مورد امینو اسیدها میشه، چون در کیمیای عضوی هم ما فصل مواد نایتروژن داریم، اگر گوشتان به این کلمات خواند بفهمین که اینا امینو اسیدن. حالا چی نوع هستن بگذاریم از اونا، اینا امینو اسیدن که واحد ساختاری پروتئین به شمار میه. خب این میشه امینو اسیدهای ضروری. اما امینو اسیدهای غیر ضروری همونطور که از اسمشون پیدایه
بدن قادر به ساخت این گونه امینو اسیدها هستند، پس نیاز نیست که از طریق غذا وارد بدن بشه. بعضی دیگه از امینو اسیدها توسط بافتهای مختلف بدن با استفاده از امینو اسیدهای ضروری یا مواد دیگه ساخته میشن و نیازی به تأمین آنها از طریق خوراک نیست. به این گونه از امینو اسیدها امینو اسیدهای غیر ضروری میگن و از او جمله میشه به آلانین، آسپاراجین، اسید آسپارتیک، سیستئین، گلوتامین، اسید گلوتامیک، گلیسین، پرولین، هیدروکسی پرولین، سرین و تیروزین اشاره کرد. فقط البته اگر شما در این سلایت ها میبینین به جای امینو اسیدها اسیدهای آمینه گفته شده در خیلی موارد، ما در چپتری که در اختیار شما گذاشتم و آپدیت شده امسال اونا این اصطلاحات عوض شده. در کتاب های فارسی خب به جای امینو اسید کلمه اسیدهای آمینه استفاده. من در چپتری که در دست شما هست البته یه اصطلاحات درست کردم و همه کلماتی که عنوان اسیدهای آمینه هست به امینو اسید تغییر دادم. پس ما دو گونه امینو اسید داشتیم، ضروری و غیر ضروری. اینا رو تعریفشون حتما یاد داشته باشین بدون نیاز به این که البته بخوایم مثالی در این رابطه بزنیم. خب ادامه بحث رو البته در جلسه بعد پیگیری میکنیم. در جلسه آینده ادامه بحث ترکیبات نایتروژنی که ما بحث پروتئین ها بودیم و ختم میکنیم و به ترکیبات نایتروژنی غیر پروتئینی میپردازیم. فعلا تا جلسه بعد خدایا رو نگهدارش.